کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی لطفا برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه و هنگامی که مرد جوان به آنجا رسید بسیار خسته شده بود اما زمان کافی برای مشاهده و لذت بردن از غروب داشت این بار پیرمرد او را به کلبه کوهستانی خود دعوت کرد او از بزرگی و زیبایی آنجا شگفت زده شده بود سپس هر دو بیرون رفتند و بر روی اسکله بزرگی که در مقابل دریاچه زیبایی که روبروی کلبه پیرمرد قرار داشت نشستند مرد جوان گفت هنگامی که به دره بازگشتم سعی کردم آنچه که با من در میان گذاشته بودید همانند یافتن نکات مثبت در شرایط نامطلوب به کار ببندم در ابتدا مفید بود اما پس از مدتی شرایط بدتر شد من ناامید شدم و برای تفریح به کویر رفتم اما این کار نیز تأثیری نداشت پیرمرد پرسید آیا فکر میکنی رفتن به کویر تفریح سالمی بود؟ مرد جوان گفت منظور شما چیست؟ پیرمرد پاسخ داد آیا تا به حال چیزی همانند این را دیده بودی؟ سپس شروع به کشیدن شکلی کرد مرد جوان گفت مثل نوار زربان قلبه پیرمرد گفت این پستی و بلندی ها تو رو بیاده چه چیزی میندازه؟ مرد جوان گفت اونا مثل قله ها و دره ها هستن پیرمرد گفت حالا این چه معنایی داره؟ این بار پیرمرد یک خط صاف کشید مرد جوان گفت فکر میکنم به این معنیه که هیچ زربانی وجود نداره پیرمرد گفت بله نشون میده مشکلی وجود داره همانند زربان قلب سالم قله ها و دره ها نیست بخشی از طبیعت زندگی هم. سعی برای فرار از واقعیت اشتباهه اما استراحت و اطمینان از اینکه شرایط بهتر خواهد شد بسیار خوبه زیرا پس از یک خواب راحت و یا چند روز استراحت اغلب شرایط بهتر میشن این بار مرد جوان با آمادگی کامل به قله آمده بود او دفترچه کوچکی برای یادداشت مطالبی که یاد میگرفت با خود به همراه داشت برای فرار از واقعیت بوده باشه اما در نهایت مفید بود در ابتدا که به اونجا رفتم فکر کردم تسلیم شدم اما پس از کمی استراحت وقتی به دره بازگشتم اشتیاق بیشتری برای سود به قله احساس کردم سپس با تعجب پرسید اما چگونه وجود فراز و نشی با طبیعیه؟ چگونه میتونه آرامش انسان رو به هم نزنه؟ آیا تمام این مشکلات باعث استرا و استرس در شما نمیشن؟ پیرمرد پاسخ داد اگه شما هم با اونا بالا و پایین برین دچار استراب میشید هنگامی که بدونید چگونه شرایط خوب و بد و مدیریت کنید احساس تعادل خواهید داشت مرد جوان پرسید اما چگونه؟ در ابتدا وقتی که متوجه میشی که قله ها یا همان شرایط خوب و دره ها یا شرایط بدگذرا هستند و تو فراتر از آنها هستی بیشتر احساس آرامش خواهی کرد آن وقت دیگر امواج احساسات تو را با خود به هر سو نمی کشد مرد جوان درباره آن فکر کرد و هر دو در سکوت به غروب نگاه کردند سپس پیرمرد پرسید پس از اون که قله رو ترک کردی و به در بازگشتی چه اتفاقی افتاد؟ مرد جوان گفت به نظر می رسید روش قله ها و دره ها برای من مفیده من موفقیت های چشمگیری در شغلم به دست آوردم اما پس از مدتی شرایط تغییر کرد و من علت اونو نمی دونم پیر مرد گفت از اینکه نوار زربان قلب و به تو نشون دادم منظور دیگه ای هم داشتم اینکه تو رو تشویق کنم با قلبت از روش قله ها و دره ها استفاده کنی جوان گفت منظور شما چیه؟ شناخته که در قله به دست میاری به تنهایی مهم نیست بلکه احساسی که درباره اون شناخت داری و استفاده که از اون میکنی مهمه برای مثال وقتی اون پایین در دره در هستی چگونه رفتار میکنی؟ مرد جوان پرسید چگونه رفتار میکنم؟ بله وقتی به دره بازگشتی چه احساسی داشتی؟ جوان گفت احساس خوبی داشتم شرایط خیلی خوب بود پیرمرد هیچ چیز نگفت مرد جوان گفت نمیفهمم اما پیرمرد فقط صبر کرد مرد جوان متوجه صحبت های اون شد و به فکر فرو رفت متوجه شدم به علت احساسی که داشتم و کاری که بر اساس اون انجام دادم شرایط خوب پایدار نموند پیرمرد گفت آفرین مدیریت نادرست تو در اون شرایط خوب باعث به وجود آمدن مشکلات شد چگونه لحظه های خوبم و به درستی مدیریت نکردم پیرمرد گفت وقتی احساس خوشایندی داشتی آیا درباره چیزی که اینجا در قل یاد گرفته بودی خود ستایی نکردی؟ مرد جوان چیزی نگفت فکر نمی که چون این رفتاری داشتی؟ فکر میکنم شاید پیرمرد صبر کرد مرد جوان آهی کشید و گفت میدونید شاید علت اون که دوستام از من دوری کردن همین باشه و در این زمان به نامزدش فکر کرد سپس گفت بار اول که به قله اومدم شما گفتید اغلب مردم نمیتونن برای ماندن بر روی قله باید واقعا آماده باشن پیرمرد با لبخند گفت خوشحالم که اونو بیاد داری اونایی که خودشونو برای قله آماده نکردن خیلی زود از اون سقوط میکنن و درد رو تجربه خواهند کرد مرد جوان پرسید شما چگونه واقعا خود رو برای موندن در قله آماده کردین پیرمرد گفت به جای آنکه روشمو به تو بگم شاید بتونم کمک کنم روش خودتو پیدا کنی حالا بگو وقتی شرایط شروع به تغییر کرد چه احساسی داشتی مرد جوان پاسخ داد احساس بدی داشتم پیرمرد گفت در این صورت چرا رفتار خودتو تغییر ندادی؟ مرد جوان گفت نمیدونم شاید چون نمیدونستم چگونه باید تغییر کنم یا فکر میکردم اگر اونو نادیده بگیرم ممکنه شرایط بهتر بشه شاید میترسیدم قبول کنم اشتباه کردم یا به کمک نیاز دارم پیرمرد پرسید نقطه اشتراک تمام دلایلی که بیان کردی چه بود؟ مرد جوان لحظه ای فکر کرد و گفت نمیدونم مطمئن نیستم شاید ترس پیرمرد به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفت و ترس انسان از چه چیزی ناشی میشه مرد جوان نمیدانست پیرمرد گفت برای اغلب ما خودخواهی منشأ اونه خودخواهی باعث میشه در قله مغرور و در دره نگران باشی خودخواهی تو رو از دیدن واقعیت باز می‌داره و اون رو وارونه جلوه میده. خودخواهی وقتی در قله ایستادی باعث میشه شرایط رو بهتر از اونچه در واقعیت ببینی و وقتی در دره هستی شرایط رو بدتر از آنچه در واقعیت هست به تو نشان میده. باعث میشه فکر کنی برای همیشه در قله باقی خواهی ماند و یا ترس از رهایی نیافتن از دره را در تو تقویت خواهد کرد. مرد جوان صحبت پیرمرد را این گونه در دفترشه خود یاد داشت پیرمرد گفت با مثال بهت پاسخ میدم وقتی جوانتر بودم برای شرکتی بزرگ و مشهور کار میکردم ما کالای خوب با قیمتی مناسب ارائه میکردیم بهترین کالا در نوع خود پس از مدتی هزینه ها افزایش یافت و شرایط اقتصادی بد شد هزینه تولید کالا بالا رفت و افراد کمتری توانایی خرید داشتند فروش کاهش یافت اما به دلیل شهرتی که داشتیم مدیران فکر میکردند میتونیم شرایط بحرانی رو پشت سر بذاریم واقعیت این بود که ما نیازمند تغییر بودیم اما اونا این موضوع رو نمیدیدن زیرا خودخواهی اونا مانع از پذیرش واقعیت شده بود سرانجام بسیاری از مشتریان خود را از دست دادیم و باید شرکت رو میفروختیم مرد جوان پرسید شما چی کار کردید؟ من از خودم پرسیدم در این شرایط مشکل چیه؟ مشکل این بود که مشتریان از راضی نبودن. سپس از خودم پرسیدم چگونه میتونم خدمات بیشتری ارائه دهم؟ خیلی زود اونجا رو رها و شرکتی تأسیس کردم. من اون سوال رو زیر بنای خدمات به مشتریان قرار دادم. با وجود اینکه شرکت کوچیکی بودیم، اما تصویر خوبی در ذهن مشتریانمون شکل گرفت و ما رو به دیگران توصیه میکردند. پس از گذشت سالها ما به شرکت بزرگ تبدیل شدیم مرد جوان نام شرکت پیرمرد را پرسید و وقتی پیرمرد نام شرکت را گفت فورا آن را شناخت او متوجه شد دوست جدیدش بسیار ثروتمند است ظاهرا روش قله ها و دره ها در کار واقعا موثر بود اما او میخواست بداند آیا در زندگی نیز به همان مقدار مفید است او پرسید میتونید برام بگید چطور این روش در زندگی شما مفید بوده؟ پیرمرد لحظه ای فکر کرد و گفت بله مثالی از زندگی شخصیم و با تو در میون میذارم وقتی همسرم بیمار بود در دره عمیق و عمیق فرو میرفتم او فرزندانمون رو بزرگ میکرد به امور منزل می رسید و حامی همه ما در لحظه های سخت بود برای ما خیلی سخت بود که اونو در رنج و دردی ببینیم که با وجود اون حتی نمیتونست کارهایی رو که از اونها لذت میبره انجام بده. احساس کردم بیشتر کارهایی که اون انجام میداده اکنون بر عهده منه. بنابراین سعی کردم از او و فرزندانم مراقبت کنم. کمک کنم تا خونه رو مدیریت کنیم و همچنان باید کارهای بیرون رو انجام میدادم. خیلی زود فشار روحی زیادی بر من وارد شد. مسلما اون چه واقعا نگران اون بودم سلامت همسرم بود اما نمیدونستم چی کار باید انجام بدم وقتی پیرمرد آن روزهای سخت را به یاد آورد بغز گلویش را گرفت مرد جوان به آرامی گفت حتما خیلی سخت بوده پیرمرد گفت بله می ترسیدم نگران حوادث آینده بودم می اون ترس ممکنه واقعیت رو از چشمانم مخفی نگه داره بنابراین از خودم پرسیدم واقعیت در این شرایط چیه؟ واقعیت ساده بود اون رو با تمام وجود دوست داشتم آنگاه از خودم پرسیدم آشقانه ترین کاری که اکنون میتونم انجام بدم چیه؟ در ابتدا نمیدونستم اما شروع به انجام کارهایی کردم که فکر میکردم دوست داره خیلی زود شرایط تغییر کرد و به نظر میامد چندانم سخت نیست؟ مرد جوان پرسید چرا این گونه بود؟ زیرا میدیدم همسرم متوجه شده چقدر دوستش دارم باعث شدم احساس بهتری داشته باشه می در گذشته آنچنان که باید به اون توجه نمی کردم خودم هم از این که می دیدم انسان بهتری شدم لذت می بردم پیرمرد ادامه داد در کمال تعجب حتی با وجود شرایط سختی که در اون بودیم احساس آرامش و موفقیت بیشتری داشتم متوجه شدم بسیاری از ترس های من برای خودم بوده نه همسرم هنگامی که در جستجوی راه‌های برای اثبات محبت خود بودم ناخداگاه خودخواهی رو کنار گذاشتم و متوجه همسرم شدم مرد جوان که فهمیده بود گفت پس وقتی خودخواهی رو کنار بذاری احتمال اینکه زودتر از مسیر خارج شی کمتر میشه پیرمرد گفت دقیقاً همچنین کمک میکنه برای مدت بیشتری بر روی قله بمونی مرد جوان به اهمیت موضوع فکر کرد امیدوار بود بتواند آن را به ذهن بسپارد پس از مدتی به دور دست نگاه کرد و با فریاد گفت اونجا رو نگاه کن پیرمرد خندید او میدانست که مرد جوان دیر یا زود آن را خواهد دید به اون قله بلند در اونجا نگاه کن حتی از این قله هم بلندتره مرد جوان این مطلب را طوری بیان کرد که گویی آن قله برای اولین بار کشف شده است شرط میبندم نمای اون بالا حتی بهتر از اینجاست پیرمرد گفت بدون شک همینطوره مرد جوان گفت باید برم اونو ببینم اما ناگهان به دره که میان دو قله بود نگاه کرد او که میدانست عبور از آن دره ممکن است دشوار باشد چهره در هم کشید پیرمرد پرسید وقتی به اون دره نگاه کردی چی دیدی؟ مرد جوان لحظه فکر کرد و با خنده گفت ترس پیرمرد هم خندید و گفت بسیار از مردم چون این دیدگاهی نسبت به دره دارند دارن اونا دره ها رو لحظه های شکست، رنج، ناامیدی، خشم و ناکامی میدونن اما به یاد داشته باش وقتی بر روی چیزای خوبی که میتونی اونجا پیدا کنی تمرکز میکنی چه اتفاقی میافته؟ مرد جوان به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفت میتونی از دره به قله برسی پیر مرد گفت بله اما این کار فردی رو میطلبه که از آنچه داخل دره مخفی شده استفاده کنه و برای اونها ارزش قائل بشه فکر میکنی بتونی؟ مرد جوان نفس عمیقی کشید و گفت از اینکه اون رو به من گوش کردی متشکرم بنابراین مشکل من عبور از دره با روشی متفاوته اینطور نیست؟ خب چطور این کار انجام بدم؟ پیرمرد گفت به نظر من بهترین راه برای عبور از دره ایجاد تصویر ذهنی و پیروی از اونه جوان گفت این به چه معناست؟ منظورم اینه که قولی رو که میخوای در آینده برای اون باشی و برات مهمه رو تصور کنی بزرگترین هدفی که بتونی ترسیم بکنی و به اندازه کافی واقعی و دستیافتنی یافتنی باشه همچنین باید بتونی با استفاده از حواس پنجگانت تصویری با جزئیات قابل باور که میدونی میتونی اون رو به واقعیت برسونی ایجاد کنی شکل، صدا، بو و مزه قله آینده خود رو تصور کن طوری که آنچنان برای تو واقعی بشه که تصور رسیدن به اونجا بتونه تو را از در عبور بده مرد جوان فهمید این حس تا چه حد میتونه قوی باشه بنابراین اون رفت در رویای رسیدن به جای بهتر بود صبح روز بعد که بیدار شد به قله بلندتر نگاه می کرد. سپس رفت تا پیرمرد را پیدا کند او گفت آرزو دارد رسیدن به قله بعدی زمان زیادی طول نکشد او مشتاقانه منتظر دیدن چشماندازهای بسیار وسیع از آن بالا بود هنگام خداحافظی پیرمرد پیشنهادی داد او گفت آرزو دارد رسیدن به قله بعدی زمان زیادی طول نکشد او مشتاقانه منتظر دیدن چشماندازهای بسیار وسیع از آن بالا بود هنگام خداحافظی پیرمرد پیشنهادی داد او گفت وقتی به قله بلندتر رسیدی سعی کن نسبت به حقایق درونی تر خودت شناخت پیدا کنی ممکن است بخواهی با قلبت به تفکرات خودت گوش دهی و لحظه هایی را که در کار و زندگی تو را به سمت حقایق راهنمایی نمایی می کردن بیاد آوری آنچه که این گونه می آموزی حکمت خودت خواهد بود نه حکمت من یا هر شخص دیگری مرد جوان گفت صحبت پیرمرد را بیاد خواهد داشت و برای آنچه که پیرمرد با او در میان گذاشته بود از او تشکر کرد سپس با یکدیگر خداحافظی کرده و مرد جوان قدم در راه گذاشت تا با سعی و تلاش خود قله بلندتر را فتح کند که دندانهایش به هم میخورد گفت یه روز تمام این مشکلاتو به یاد میارم و به اون میخندم سپس با آنچه گفته بود فکر کرد و گفت چرا تا اون زمان صبر کنم؟ چرا همین حالا بهش نخندم؟ بلند خندید و احساس بهتری پیدا کرد ناگهان صدای بلند سائقه پاسخ خندهاش را داد آسمان قرش کرد گویی میخواهد پاسخی برای خنده مرد جوان باشد با نگرانی به بالا نگاه کرد امیدوار بود از رعد و برق در امان بماند پاهایش درد می کرد و از راه رفتن روی سخراهای تیز آسیب دیده بود سخنان پیرمرد را به یاد آورد که مدیریت دره های تو زمان رسیدن به قله را مشخص می احساس می کرد نتوانست این دره را خوب مدیریت کنه سرانجام به پایین ترین نقطه دره رسید و ایستاد باران کاملا مسیر را از بین برده بود روبرویش جز رودخانی خروشان که عبور از آن غیر ممکن به نظر میرسید چیز دیگری نبود با صدای بلند فریاد زد نمیتونم جریان خیلی شدیده هرگز نمیتونم از اون عبور کنم احساس میکرد شکست خورده باید دور میزد و از مسیری که آمده بود باز میگشت اما چگونه میتوانست با پیر مرد روبرو شود؟ چگونه می با خودش روبرو رو شود؟ مرد جوان بر روی گلولای نشست و به رودخانه خیره شد می ترسید هنگام عبور از رودخانه جریان آب او را با خود ببرد او خودش را هنگامی که در حال غرق شدن آب می خورد تصور کرد لرزهی بر بدنش افتاد و از خود پرسید چرا اومدم به دره باید تا این حد دردناک باشه؟ سپس